کابوس بی پایان سرنگونی رژیم در سالگرد عملیات بزرگ فروغ جاویدان. در میان زوزه های عیادی و سرکردگان رژیم درباره عملیات کبیر فروغ جاویدان و انبوه دروغ‌ها و جعل و تحریف‌ها، دشمن به طور ناگزیر کابوس سرنگونی و هراس دیکتاتوری آخوندی از ارتش آزادی بخش ملی و مسئله بود و نبود رژیم در آن شرایط را برملا می کند. به نمونه های دیگری از زوزه های وحشت رژیم توجه فرمایید. سرکرده کل نیروی انتظامی رژیم: ادعای کمینگاه درست نیست و عملیات فروغ جاویدان غافلگیرانه بود. عراقی ها واقعا عقب نشینی کرده بودند. آنقدر سرعت داشتند که همه مانده بودند و در بهت بودند که اینها کی هستند. گفتم ببینین، اینجا سقوط کرد، یعنی کرمانشاه سقوط کرد. من سال آخرم در مورد خوب این عملیاتیه که در آستانش هستیم، عملیات مرسا، که میدونم شما نقش موثری در کنار شهید سعید شیرازی داشتید، و با این سوال اصلا شروع میکنم. برخی هم میگن که نیروهای ما اون موقع آمادگی داشتن، یعنی با برنامه این آغوشو باز کردن و اون عملیات فروغ جاویدان انجام بشود و بیان تو که مثلا کل کار رو جمع بکنن. شما که تو وسط صحنه عملیات بودید، از اون عملیات بگید و اینکه این اصلا چنین با برنامه بود یا نه واقعا غافلگیرانه بود تو اون موقع. من تو الان که شما من سوال میکنید کلن اجتناب کردم وارد این حوزه بشم و هیچ جا در هیچ سخنرانی جایی من اظهار نظری رسانه‌ای نکردم. حالا شاید خود عملیات مرساد یک برنامه به طلب حسن راجب عملیات مرساد، ولی نه اینطور نبود. حالا اون کلمه مرساد هم آقای هاشمی انتخاب کرد که در واقع به دشمن تفهیم کنیم که ما در اینجا در انتظارتون، کمینگاه شما اینجا بود. تا سپاه تقریبا همه رفته بودن، کوچ کرده بودن جنوب، کسی نبود. تو سردار ذوالقعد که فرمانده قرارگاه رمضان بود، ما تو مقرش بودیم همون لحظه، چون رفته بود گیلان غرب یه واحدی برده بودن کمک مردم تو همون عراق که حمله کرده بود. آقای هاشمی از تهران اومده بود، هیچ کی نبود توی قرارگاه. من اتفاقا رفتم پیش ایشون با آقای محصولی، لشکر شیشه پاسداران بود، یه دو تا گردان فکر کنم همدان و تهران رو جفت و جور کرده بودن آورده بودن اونجا. حالا دیگه حالا این داستان وقایع طول کشید و هی زنگ زدن بودن آقا اینجا اومدن، تو اینجا اومدن، تو اینجا اومدن، تو اونجا. من صبح رفته بودم قبل از اومدن آقای هاشمی تو سر پل زهاب رفته بودم، کله داوود دشت زهاب دست عراقی ها بود، این کله داوود خط ارتش بود، از اونجا وضع رو دیدم و اومد دیدم عراقی ها دارن عقب نشینی میکنن واقعا. اومدم من داشتم گزارش به آقای هاشمی میدادم، برادری بود بنام سردار امیر نوحی که الان هم در سپاه هستن، زنگ زد به من گفت که از کرنگاه اومدن، از چیز رد شدن، از کله داوود رد شدن، پاتاق از اون تنگی رد شد. آقا چطور میگی؟ ما یه گردان احتیاط فرستاده بودیم، بچه های تیپ 57 همین سردار نوری، بچه های لرستان بودن، در کل مکروبه بالای بالاتاق بودیم، برو اونجا تو جنگل ها پوشش داره اونجا باش. با اون تماس گرفتیم، گفت اونجا هم رد شدن. گفتم آقای نوری پس تو چه درگیر نشدی؟ گفت آقا ما دیدیم یه ستونی میره اون بالا، تا یک کیلومتر با جاده فاصله، تا خودمون رسیم جاده ستون رفت، انقدر سرعت داشت. آقای امیر نوری زنگ زد گفت کرند هم رد شد، به کرند رسیدن. گفت به دشت کرند، من تو کرند هم رسیدن به دشت کرند. تو عراقی ها با این سرعت، آقا این سرعت 80 کیلومتر همینجوری میاد، چه جوری با این سرعت میاد؟ عراقی آتش ریختن، خط ارتش رو به هم ریختن، اینا مثلا همه هم مونده بودن تو، یعنی یک بختی. مثلا اینا کی هن؟ مثلا اینکه میگه این نیرو احتیاط سپاه داره میاد. همینجور با تویوتا و اینا هم چون بودن، نه ماشین هایی که همون نفر ارتش عراق بود، آره مثلا با تویوتا و ماشین های سبک بودن. آقای هاشمی به من گفت برو اونجا یه کاریش بکن. ما کسی نداریم واحدی در جا دیگه. ما اینکه دوستان آقای مسئولی رو گفتم، آقای مسئولی تو بهش واحداشو گفته بودیم ببر تو گیلان غرب گردن قلاجه، همون نوری رو آقای نوری که فرستاده بودیم گردن پاتاق، اینم گفتیم شما برو گردن قلاجه. وقتی من راه افتادم اتفاقا گردن حسن آباد راه بندونه، آقای مسئولی هم این راهش با اتوبوس اونجا پیاده شدن واسادن. گفت آقا راه بندونه ما چجوری بریم گیلان غرب؟ گفتم نرید همین بریم همین ارتفاع اینجا جبهه است. گفتم نه بابا، گفتم همینجا جبهه است، همینجا وایسید. ما هم رفتودیم اسلام آباد، دیدیم اسلام آباد در حال سقوطه و نیروها هم دیگه انسجامی ندارن. گفتم آقا همینجا وایسید، اگه منافقین هم اومدن جلو
صبح اینجا حمله کنن، این نیومدن شما اینجا دفاع کن تا اون خط عقب رو ما درست کن. دیگه رفتیم اونجا، حالا این تنگه در واقع به این شکل کوه اینجوریه، چهار زبر تنگه هم خیلی تنگه این وسطش. تو واقعا یادم یه تیر چراغ برق این بر، تیر برق یه تیر برق این بر بود. دیگه بچه‌ها رو آوردیم دست راست عقبه لشکر 27 بود، گفتیم شما رو این تیغه این بر مستقر شید، تیغه این بر بچهای انصار الحسین بودن همدان، گفتیم شما رو این مستقر نیرو که چند تا آموزشی داشتن، شوفر بولدوزر و دژبان و نگهبان و آشپز و اینا رو جمع کردن دیگه، آوردن 50 60 نفر خودمون رو جمع کردن. آقای فکر کنم یا سردار احمدی که الان فرمان سپاه خراسان هستن اون موقع فرمان تیپ قائم بودن، گفتم آقا اینا اومده با این نیروه ما، نمی‌دونستم نیروشون اونجاست. گفت یه گردان اینا دارن آورده ببره جنوب. گفتم آقا راه جنوب بسته است، بگو بیاد اینجا. گفتم آقا اینم شما بیا بردمشون سر همون جاده. گفتم از این تا این تیر، از این تیر تا این تیرم ماشینای مردم که رد شدن یه خاکریزی زدیم، یه بولوزر بچهای لشکر انصار آوردن خاکریزی زدیم، یه اندازه یه ماشین بازگشت. گفتم ماشینای مردم که رفتن خاکریز ببندید. من خودم برای بچهای آم صحبت کردم، بچهای سمنان گفتم که ببینید اینجا سقوط کرد یعنی کرمانشاه سقوط کردن، همه این تیر تا تیر میبینید الان اعتبار ما و همه چی مردم هم روزه مثلا ساعت یک دیگه آخرین ستون مردم هم ستون منافقین به مردم پشت مردم گیر کرده بود. گفت فلان کس مجاهدین حمله کردند. اصلا وقتی اسم مجاهدین را آورد متحیر ماندیم که مگر میشه چنین چیزی. من واقعا زرقت اجازه گرفتم که اجازه بدید من برم کرمانشاه مثل روز اول از مساجد نیرو بیاریم. یعنی آغاز درگیری ما با حضور در کنار منافقین اینجا بود. ما حرکت کردیم بعد از ظهر بود، آمدیم به طرف از گیلان غرب به طرف اسلام آباد. دیدیم یک ازدحام زیادی در کنار سپاه هست، هم همه زیادی است. سوال کردیم چه خبره؟ یکی از بچه‌ها به نام جناب آقای علی مؤیدی رئیس جهاد سازندگی اون روز اسلام آباد بود، ما را میشناخت. جلو ماشین من نگیره گفت فلان کس منافقین حمله کردن. اصلا وقتی اسم منافقین آورد که حمله کردن قابل قبول برای ما نبود، یعنی همجور متحیر ما نمیتونم مگر میشه این چیزا، باور نمیکردیم.